وقتی بودم استرالیا اولین چالش پیدا کردن کار بود که البته چالش برای خیلی خیلی ها هستن زرنگ هم هستن اصلا از تو ایران کار پیدا میکنن از قبل بعد هر شخصی بستگی به اون سابقه کاری تجربه که داره کاری که بلده اعتماد به نفسش و ای که چقدر خوب میتونه زبان صحبت کنه انگلیسی چقدر میتونه صحبت کنه یا حالا اگه کشور دیگه هست چقدر آلمانی میتونه صحبت کنه یا حالا هر زبان دیگه خیلی مهمه تمام اینا تاثیر میذاره ولی ما با فرض میگیریم که شخص دو سالی یه سابقه یه کاری داره مثلا خودم منو مثلا میزنم مثلا تی سابقه کار دارم بعد یه سری نکات بسیار مهم است که هیچکی نمیدونه اینا رو هیچکی هم در نظر نمیگیره یکی در مورد خودم میگم من مثلا اکانت لینکدین ندارم من تمام شغلایی که چهار شغلی که عوض کردم الان تو شغل چهارم هم هستم هیچ کدوم لینکدین نداشتم اصلا لینکدین چیه خیلی هم هستن از طریق لینکدین کار پیدا میکنن لینکدین اصلا الزامی نیست برای رزومه من بسیار با هم تماس گرفتن از این ور با رزومه بدون لینکدین این مورد به این معنی نیست که نمیتونی از لینکدین کار پیدا کنی میتونی ولی خیلی نامنظم لینکدین خیلی به هم ریخته است که من گفتم من وقتشو ندارم زمانشو ندارم انرژیش هم ندارم بخوام برم تو لینکدین با این و او کانکشن الکی درست کنم که به یه نفر منو تایید کنه که یعنی من آقا برای کار ولش کن. توی استرالیا برای مثال اینجا رو مثال میزنم تو کشورهای دیگه هم 100 درصد همچین سیستمی هست مثلا وبسایت seek.com وبسایت اصلی کاریابی هست اینجا که برای به قولی پیدا کردن کار ما از او... من فقط روی این وبسایت تمرکز کردم والا هم خونه من اومد یه سلام علیکی بکنم باش های هاو آر گود ام جست ا ویدیو فور مای یوتیوب یا جست توکینگ about. Uh, How to find a job easy. Like, feel free to join if you want. <laughs> oh, I think I'm all talked out. So do you okay, time? yeah, yeah, it's all right, it's all right. It? Yeah, I'm mean, just making life easier for other people around the world, people who especially want to travel to Australia and uh, they don't know how to find a job or they're unsure. So, just sharing my experience. Okay. Yeah. Cool. So, yeah, because yeah, I learned a few things that can really be helpful, like seriously helpful for the things that uh, nobody tells you or you have to actually go through uh, the experience. So then, yeah, so then you're like, oh, this is, this is how I should, should have done it. Yeah. Or, yeah, and someone said to me that uh, don't compare yourself with uh, the job, the ad, the uh, sort of the skills I that they that. want so compare yourself with the other candidates so that's how you're you going to be compared so don't panic yeah. when you look for a job so that's something i want to share that's just one of the many things i've learned so yeah, yeah. but you have to learn farsi if you want to understand what i'm saying <laughs> i'll just it, translate it for you yeah, me. yeah. <laughs> all right i'll continue yeah go for it all right so you now have Khunei maya bashdash team in بخش قطعش نمیکنم من میذارمش باشه توی ویدیو داشتم میگفتم توی استرالیا سایت seek.com.au من فقط از طریق این سایت جستجو کردم برای کار و یه نکته دیگه که متوجه شدم این بود که من اوایل میرفتم میخوندم اون گزینه های داخل شغل که مثلا فلان چیزو بخوام فلان چیزو میخوام بلد باشه بعد تو مثلا دو سه تاشو بلدی ده تاشو بلد نیستی بعد میگه وای اولش ولش من برای اپلای میکنم کنم یکی از دوستای نزدیک استرالیا من به من گفته بود که این اینا جاب ادا همه یه ویش لیستن اینا توی یه ویدیو قبلی هم گفته بودم گفت هیچ وقت نترس خودتو مقایسه نکن با چیزی که اونجا فهرست کردن توی تبلیغ کار فرق نمیکنه استرالیا کشور دیگه تو خودت با کاندیدای دیگه مقایسه میشی و چیز دیگه خود خود من یاد گرفتم اینه که وظیفه من نیست که من بخوام رزومهمو مقایسه کنم یا توانایی یا اسکیلایی که دارم مقایسه کنم با چیزی که اونجا چاپ شده توی تبلیغ کار هست وظیفه HR آر یا منابع انسانی هیومن ریسورسز به اسم پیپل and Culture دپارتمنت هم میگن اینجا وظیفه اوناست که چک کنن آیا رزومه ای من مناسب یا نه؟ من نهایت از سی ثانیه خیلی یواش دیگه کلیک کنم یه دقیقه بیشتر وقت نمیذارم برای اپلای رزومه رو بفرست برای تمامشو رو رفت اصلا وظیفه من نیست که بخوام چک کنم وظیفه اوناست خیلی هم قولی خودکاره اصلا اوتومیته چک میکنم با رزومه من چه کلمات کلیدی داره برای همین یه مورد مورد دیگه من مثلا روزی 100 تا 150 تا شغل اپلای میکرد همینجور برو 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 فقط با عنوان تایتل شغل عنوانش که آیا من عنوان اینو میدونم کلی آره عنوانش به کار من میاد حالا چیزای نامربوطترم بودن ولی اپلای میکردم اپلای اپلای, اپلای 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 کن 100 تا 150 تا اپلای کن چون من فقط نهایتا یه شرکت از این صد ها شغل اپلای میکنم یه شرکت کافیه که از من خوشش بیاد توی یه لحظه خاص تو زمان خاص من بشم کاندید مناسب و بگه ای به قول جرقه بخوره بگه آی بیا مصاحبه تمام شد رفت مصاحبه ممکنه چند تا بری یا خیلی هم خوبه مصاحبه که مدام ایور اوور مصاحبه بری تجربت میره بالاتر ترس تو استرس کمتر میشه یه خرابکاریایی میکنی یاد میگیری مثلا من یه مص... یکی از مصاحبه های اوایل که داشتم کوچ شلوار شیک پوشیده بودن همه چی اینا بعد خیلی خودمونی هم باشون اه... نمیتون میگفتیم و میخندیدیم که اصلا یادم رفت مسابقه است گفتم آ مثلا همین کوچ رو میبینید من اگه مسابقه نبود اصلا کوچ رو نمیپوشیدم همینجوری مثلا چی بوده بعد احساس کردم که یه مقداری اه... پامو زیادی دراز کردم و من وجود دیگه خیلی خودمونی شدم یعنی حالا یه تا یه حدی من هم آدمی هم که خیلی خود یه همه چیه به مسخره میگیرم اصلا چیز نیست یه مورد دیگه اینه که شغلی که براش اپلای میکنی اصلا شما نمیدونی که این شغله آیا یه کسی استخدام کردن یا نکردن آیا تاریخش گذشته مثلا شغل مال ده روز پیشه یا مال پر روز پیشه یا مال یه ماه پیشه تو نمیدونی تو مثلا اگه وقت بذاری بخونی بگی خب های مناسب منه نیم ساعت وقت بذارم آره من اپلای چون داشتم دیدم ها خیلی اصلا اینجوری ان خیلی اصلا میگه مثلا من امروز برای یه دونه شغل اپلای کردم یا برای دو تا شغل اپلای کردم اصلا تر نزدیک به محاله که اینجوری بتونی شغل پیدا کنی بعد بعد خیلی فعال بود مدام همینجوری وحشیانه اپلای کرد بعد خود رزومه که من یه نمونه نشونتون میدم از رزومه خودم که چه شکله تو مانیتور میرم اون رو جدا نشون میدم اه... که چه چیزایی تو رزومه بزنید که به کارتون بیاد باز برای خود من مثال میزنم یه سری مدارک و سرتیفیکت ها هستن که خیلی راحت میشه اونا رو گرفت ارزون هن بعد مثلا حالا یه روزه میری کمپ میری منظورم کمپ اینه مثلا 6 ساعت یا 5 ساعت یا 4 ساعت دوره است میگذرونی سرتیفیکت رو میگیری یا مثلا یه هفته یا دو هفته یا یه ما اینا رو مثلا قبل از مهاجرت تکنید اگه میتونید بگیرید یه 4 5 تا برولی قولی بزنید به چسبونی ته رزومتون خود تو محل کاری که هستید ریسترین مواردی که مربوط به شغلتون هست میتونید اونا رو به عنوان یه گزینه اصلا بزنید که من فلان کار رو میکردم برای مثال مثلا کاغذار رو از فایننس گرفتی میبری میدی تحویل نمیدونم منابع انسانی میدی تو مثلا میگی sorting, sorting out documents and uh, uh, preparation of reports مثلا یا بایگانی و تهیه گزارش گزارش کار رو اول کرد مثلا من از همه یه کار خیلی بی خود یه چیزی در آوردم می ایش اونجا میگه آقا این ریپورتینگ هم بلده بعد نرم افزار رو مثلا میزنیم میزنیم ماکروسافت سویت تو بلدی با اینا کار کنی پاور بی آی مثلا پاور بی برای مثال فرق نمیکنه آی تی باشی نباشی توی خیلی از شغلا به کار میاد دیتا انالیز مثال و حالا باز این صحبت هایی که میکنم یه مدار متمایل به آیتی هستن ولی خب بسیعی به شغل و رولی که داری میتونی خودت پیدا کنی که چه چیزایی به کار میاد خواستی هم کامنت بذار سوال کن من حتما جواب میدم تا جایی که میتونم جواب میدم ای ازی حالا بریم تو سایت من از اینجا میرم وارد سیک میشم خب من الان وارد سایت سیک شدم یک سایت استرالیا seek.com.au ببین اینجا کلاسفیکیشن ها یا رده بندی های شغل های مختلفو داره تو کل استرالیا میبینی چه شغلایی بیشترین درخواست داره مثلا اکانتینگ حسابداری 6000 تا تو کل استرالیا میای پایین میاد پایین بعضی مثلا 8000 تا کامیونیتی سرویس کارهای عمومی هاسپیتالیتی هم بهش میگن کنستراکشن education and ترینینگ ببین چقدر زیاد یازده هزار تا میان پایین health کیر ببین چقدر میخوان چقدر میخوانه شنیدم سخته اگه تو کار health کیر یا پرستار نباشی اینا باشی خیلی سخته با استرالیا اومدن چون مدارکشو مثل که قبول ندارن ولی دکتر و پرستار ایرانی اینجا زیاد داریم کم ندیدم یعنی هستن دکتر ولی اون قلق ملقاش رو خودشون میدونن information 8000 تا جزء چیزایی که خیلی زیاد میخوان اینجا بعد من مثلا الان روی رده کلیک میکنم نشون میده که چه چیزایی باز زیر دسته هاشو نشون میده هیلپ آی تی ساپورت منیجمنت مدیری فلان و فلان و فلان و فلان من مثلا میزنم هیلپ دیس آی تی ساپورت بعد مور آپشن هم داره مثلا میزنم ملبورن ملبورن ویکتوریا یه سیک میزنم چند تا 179 تا شغل آی تی ساپورت فقط من رولش رو برمی‌دارم شو 2085 تا بعد پرداختم میتونم مشخص کنم که چقدر حالا سا سایت indeed.com هم هست که باز همی کارو میکنه ولی مثلا تو استرالیا سیک از همه بروستر متورتر خیلی از ریکروترها هم یا سازمانهایی که شخص رو استخدام میکنن برای شرکت های دیگه توی این فعال هستن یعنی شما اپلای میکنی برای یه شغل بعد مینی شرکت مستقیم به زنگ نمیزنه ریکروتر به تو زنگ میزنه من خود من شغل دو تا از شغل رو ما ریکروتر پیدا کردم خلاصه برای مثال من حالا کلیک میکنم داخل یکی مثلا زده سینیر لول 2 سرویس دسک انجینیر توی استرالیا لول یک لول یک لول دو لول سه لول چهار دارم برای آی تی که همینطور میره بالا تا لول سه دیگه یعنی خیلی سطح بالاست لول چهار میشه هیچ جورای سینیور یا مدیریتی مثلا شغل من الان مثلا لول لول 4 هستم لول 4 آی تی کانسالتنت هستم یعنی حالت مدیریتیه شاخ قول نمیشکنم این یه چیز میز کارمه کل من میز کارم همینه صبح تا شب نشستم خیلی وقت هم تو همینطور بازی میکنم دو تا دو بازی میکنم ولی یک تماسی چیزی باشه چیزهای خیلی پایه ابتدایی آی تی من انجام میدم درست میکنم مشکل مشتری رو بعضی وقتا هم یه سری چیزهای خیلی سطح بالاتر هست من ترنینگ و چیزا هم میدم به اونایی که براشون کار میکنیم خلاصه اینجا تست اب تکنیشن لیول 2 ایکسپایرنگ سون این دارد منقضی میشه ببین آی تی تکنیشن تیم لید 90 تا تا هزار تا پستی به حقوق کلیک میکنی روش یه سری چیزا نمیشه من اصلا نمیخونم اینا رو اصلا نمیخون اصلا نه نیازی نیست بخونی اینا رو مستقیم کویک اپلای بزن اپلای کن برو داخلش حالا طبق چیزا نمیشه یو می be a strong اپلیکنت من حالا اینجا اپلای نمیکنم برای اینکه بخواد بنا به برتو فنام 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 یاودی دی زنگ زنگ گفتن بیاد Uh, یکی از خوبیایی که سایت سیک داره اینه که میتونی گواهی نامت و یه سری سرتیفیکیت های دیگه تو سیتیزنشیپی ویزا تو میتونی بچسبونی چسبونی بهش بعد تیک میزنه کنار پروفایلت وقتی uh, این uh, به قولی رزومت میره براشون چون میتونی رزومت رو آپلود کنی اینجا رزومه درست کنی خودت و uh, بفرستی برای کارفرما خلاصه از ای از ای از جستجوی شغل و همین نکته که آخر گفتم خیلی خیلی مهمه که اصلا چیز نکنی اصلا اهمیت ندید به عناوینش فقط عنوانش عنوانش آیا به شما میخوره و حالا شهری که توش هستیم که او شهری که هستی آیا این شغل توش هست یا نه که یکی چیز یکی از ولی ویزای ماجرتی استرالیا ویزای مناطق کم جمعیت حالا ترجمهش کردن به اسم مناطق محروم مناطق محروم نیست بهش میگن ریجنال مناطق حاشیه شهر هست به اسم اتفاقا خیلی شیکن. خیلی شیکن خیلی شیکن خیلی مدرنن اصلا به 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 تنها چیزشون اینه که خیلی جمعیتشون کمه به خاطر جمعیت کمشون همه امکاناتی که تو مثلا شرای بزرگ هست نیست اونجا برای مثال ما اینجا مثلا چهار مدل سوپرمارکت داریم اونجا مثلا یه دونه پیدا میشه اینجا مثلا سینماهای مختلف هست ورزشگاه های بزرگ هست اونجا مثلا ممکن یه دونه سینما باشه یا اصلا نباشه یه حالت خیلی زندگی ساده تره زندگی نمیگم روستایی اوجوری یه جورایی ولی خب بازم روستایی اینجا هر شهری که جمعیتش تقریبا میشه که حالا بالای ده هزار تا باشه جمعیتش همه چی داره همه چی توش پیدا میشه که اکثر مناطق ریجنال یا حاشیه‌ای هم همینجوری هستن خلاصه ای از نحوه پیدا کردن کار به همین سادگی شما میتونید کار پیدا کنید من کار اولم دو هفته طول کشید کار دومم یک ماه طول کشید پیداش کنم کار سومم سوم و چهارمم هم همینطور یک ماه طول کشید هر کدوم که پیدا بشه در حین یک ماه من حداقل 4 5 تا مصاحبه رفتم یعنی به من زنگ می‌زدن به دلال مختلف حالا اوکی نمیشد. کار دومم رو من از سه جا درخواست داشت سه جا منو میخواستن من خودم یکی انتخاب کردم یعنی حالا خیلی اون توی اوایل کرونا بود هنوز اوزا قمر در اغلب نشده بود و آره الانم من از آیتی ساپورت شروع کردم با حقوق 60 هزار تا در سال بعد حقوقم رفت 65 تا شغل بعدی حقوقم 65 تا شروع شد رفت تا 80 تا بعد شغل سوم گفتم خب دیگه من میخوام برای منیجری اپلای کنم رفتم برای آی تی منیجری اپلای کردم مدیر آیتی که تو ایران شغلم هم مدیر آی بود 100 هزار تا در سال شد و الان گفتم پس برم بالاتر جابجا شدم توی از این شرکت کانسالتنتی حقوق یه کمی رفت بالاتر شد 110 تا بعد آره خیلی هم راضی هستم کاملا من خونه کار میکنم اصلا نمیخوام برم جایی سفر کنم و این آره اینم از این حالا امیدوارم که به کارتون اومده باشه من حالا شاید همه چی به قولی پوشش نداده باشم ولی خب اگه سوالی چیزی بود حتما بپرسید اینجا من حتما جوابتون میدم من تجربه هم خیلی زیاد من زیاد مصاحبه رفتم خیلی مصاحبه رفتم شاید 20 تا مصاحبه حداقل من در کل تو خود استرالیا رفتم هم ویدیویی هم حضوری شرکت ها مختلف افراد مختلف آره خیلی توی زمینه تجربه دارم ولی شاید همه چیزو به ذهنم نیاد که بتونم بگم اینجا اگه که سوالی بپرسه شخصی از من آره ممنونتون میشم مرسی